گروه دولت اسلامی که حالا بخش‌های بزرگی از عراق و سوریه رو در اختیار داره، کم کم در حال وضع قوانینی تازه است و از مردم میخواد که مطابق قوانینی که اون رو قوانین شرع مینامه زندگی کنن. طبق آخرین آمار 6 میلیون نفر تحت حکومت داعش یا خلافت اسلامی در عراق و سوریه زندگی میکنن. این گروه مساحتی حدود 56,000 کیلومتر مربع از عراق و سوریه رو در اختیار داره و شهر رقه در سوریه رو با جمعیتی حدود 300,000 نفر به عنوان دارالخلافه اعلام کرده. گفته شده درآمد این گروه فقط از فروش نفت و گاز چیزی حدود 3 میلیون دلار در روزه. با اتکا به همین درآمد گروه دولت اسلامی بابت خدماتی مثل آب و برق از مردم پولی نمیگیره، حقوقها رو طبق معمول گذشته پرداخت کرده، جاده سازی و ساختمون سازی میکنه و حتی بین مردم غذای مجانی پخش میکنه. موسل یکی از شهرهای تاریخی عراق و دومین شهر بزرگ بعد از بغداد با جمعیتی حدود 1,800,000 نفر سه ماه پیش تحت کنترل این گروه قرار گرفت. طبق آخرین گزارش‌ها داعش به خیاط‌ها در این شهر دستور داده لباس‌ها رو ساده و گشاد بدوزن و به فروشندگان لباس گفته صورت مانکن‌ها رو با پارچه‌های سیاه بپوشونن. در همین حال با شروع مدارس این گروه اطلاعیه‌ای صادر کرده و چند ماده درسی رو به طور کامل از برنامه آموزشی حذف کرده. هنر، موسیقی و سرودهای ملی یا اشعاری که حس و حال ملی‌گرایانه دارند حذف خواهند شد. فلسفه، علوم اجتماعی و روانشناسی هم حذف میشن و در اینجا هم گفته شده که به هیچ عنوان نباید از اصطلاحاتی مثل دموکراسی یا انتخابات نام برده بشه. تاریخ، جغرافیا و ادبیات هم جزء درسایی هستن که باید حذف بشن و در دروس دیگه هم به هیچ عنوان نباید اسمی از جمهوری عراق یا سوریه برده بشه. اجازه تدریس نظریه داروین و تکامل تدریجی هم به معلم‌ها داده نشده و همینطور از اونها خواسته شده کتاب‌هایی رو که در اون اسمی از مسیحیت برده شده یا این مذهب رو آموزش میده به طور کامل حذف کنن. اما گزارش‌ها از موسل نشون میده مردم حاضر نشدن بچه‌ها رو به مدرسه بفرستن. اطلاع موثقی از اینکه زندگی مردم در موسل چطور می‌گذره در درس نیست. ویدئوهایی که خود این گروه منتشر کرده یا تحت کنترل این گروه منتشر شده نشون میده مردم کاملا از افراد این گروه تبعیت میکنن، اما به تازگی نشونه هایی از مقاومت هم بین اونها دیده شده. ماه پیش وقتی گروه دولت اسلامی تصمیم گرفت این مناره کج رو که قدمتی حدود 850 سال داره خراب کنه، گروهی از مردم شهر با تشکیل زنجیره انسانی دور این مناره مانع خراب شدن اون شدن. عقب نشینی غیر منتظره گروهی که تا به حال شکست ناپذیر دیده میشد. ممکنه نافرمانی‌های اجتماعی به ویژه حالا که ائتلاف بین‌المللی علیه دولت اسلامی شکل گرفته بیشتر دیده بشه و این گروه هم معلوم نیست تا کی بتونه در دو جبهه مقاومت کنه.